استاد رحمان مبارز هستم. شاگرده عزیز، خدا کند جور و صحتمند باشید و درسایی که قبلا برتان تدریس کردیم آموخته باشید. امروز میایم با درس جدید شما که تابع جفت و طاق است. یک تابع در کدام حالت جفت و در کدام حالت طاق شده میتانه. زمان یک تابع که جفت و طاق ما شما معلوم میتانیم اگر در یک تابع fx بجای fx ما شما داشته باشیم که اگر f منفی x یک تابع مساوی به fx شد، پس ما میگیم که تابع چی است؟ تابع جفت است. ولی اگر f یک تابع f منفی x یک تابع مساوی به منفی fx شد، پس ما میگیم که تابع طاق است. که ما چند مثال از این کار میکنیم، خدا کنه که یاد بگیرین. میاییم مثلا اگر ما یک تابع داشته باشیم f x مساوی به x مربع یک تابع باشه، با جای x ما منفی وضع میکنیم، یعنی ما میگیم f منفی x ما مساوی میشه به منفی x کل مربع. پس ما میگیم f منفی x ما مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به باز منفی را که مربع کنیم مثبت، یعنی x مربع. پس ما میگیم که در نتیجه f منفی x ما مساوی میشه به مثبت f x، یا هیچ اگر علامه مثبت سکرام نشه پروا نمیکنه. پس ما میگیم f منفی x ما مساوی به f x شد. ما میگیم یک تابع چی است؟ تابع جفت است. میایم به تابع دیگری که دیواره حلش کنیم. میایم اگر f x مساوی باشه با x مکعب یک تابع باشه، پس ما میگیم f منفی x مساوی میشه با منفی x مکعب منفی x مکعب. یعنی ما میگیم f منفی x ما مساوی میشه منفی، اگر با توان طاق بلند برده شد باز هم عدد منفی میتونه، پس منفی x مکعب. یعنی ما میگیم که در نتیجه f منفی x ما مساوی به منفی f x شد. اینجا ما میگیم که تابع ما چی است؟ تابع طاق است. میایم به یک مثال دیگه از تابع کار میکنیم. میبینیم که f x اگر مساوی باشه به x مربع مثبت 4، پس f منفی x اش مساوی میشه و منفی x مربع مثبت 4. پس ما میگیم f منفی x ما مساوی منفی را زمان منفی x مربع را منفی x که زمانی مربع کنیم مثبت، x مربع مثبت 4 میشه. در نتیجه ما جواب به دست آوردیم که f منفی x ما مساوی میشه x مربع مثبت 4، یعنی به مثبت f x، یعنی علامهش چی نکرد؟ تغییر نکرد. پس ما میگیم که تابع چی است؟ تابع جفت. حال اگر ما داشته باشیم که تابع دیگری با مثلا f x ما مساوی باشه با x مربع مثبت 3x مثبت 4، پس ما به جایش f منفی x عوض کنیم، ما میبینیم منفی x کل مربع مثبت 3 ضرب منفی x مثبت 4. ما میگیم f منفی x ما مساوی میشه با منفی را x مربع را منفی x را که مربع کنیم x مربع مثبت ضرب منفی منفی 3 ضرب x 3x مثبت 4. حالی ما این تابع را میبینیم، برای از این تابع گفته نمیتانیم که f منفی x ما مساوی به منفی fx است، بخاطر که تمامی علامه ها تغییر نکرده، و یا گفته نمیتانیم که f منفی x ما مساوی به fx است. پس این تابع نه تابع طاق است و نه تابع
جفت است. یعنی این تعبیر ما نی تابی تا گفته میتانیم و نی تابی جفت گفته میتانیم. ما تابی جفت و تاقه فامیلیم اگر گرافی از این رو رسم کنیم، مثلا تا گرافی تابی جفت ما میگیم اف x مساوی میشه با x مربع. چون بر ما معلوم شد که یک تابی جفت است، پس ما قیمت میدیم x اف x. اگر x صفر قیمت بتیم و هم صفر قیمت میگیره، اگر یک بتیم x یک قیمت بتیم و هم یک قیمت میگیره، اگر x دو قیمت بتیم y چهار میشه، اگر x سه، اگر x منفی یک قیمت بتیم y مثبت یک میشه، اگر x منفی دو قیمت بتیم y مثبت دو مثبت چهار میشه. میایم ما با گرافی ازی که گرافی ازی با چه قسم رسم شد، یعنی گرافش رسم میکنیم. گراف یک تابی جفت که ما اگر x صفر بتیم y هم صفر میشه، اگر x یک بتیم y هم یک میشه، اگر x دو دادیم y چار میشه، دو سه چار. پس اگر x منفی یک دادیم y ما مثبت یک میشه، اگر x منفی دو دادیم y ما مثبت چار میشه، که چی میشه؟ یه یک تابه جفت برای ما میده. ولی اگر گراف تابه تاق رسم میکنیم، یعنی ما میگیم f x یعنی گراف تابه تاق که ما میایم برش میگیم f منفی یا f x مساوی میشه با x مکعب. ما قیمت میتیم برش x y. اگر x ما صفر قیمت بتیم y هم صفر، اگر x یک بتیم y هم یک، اگر x دو قیمت بتیم y هشت میش، اگر x منفی یک قیمت بتیم y هم منفی یک، اگر x منفی دو قیمت بتیم y هم منفی دو. میایم با گرافش که با کدام شکل رسم میشه. پس اگر ما x صفر داریم y هم چی است؟ صفر. اگر x یک دادیم y ما یک، اگر x دو دادیم پس ما y ما هشت قیمت میگیره، دو سه چهار پنج شش هفت هشت. فرضاً اینمی نقطه را نقطه هشت حساب میکنیم، هشت. میایم با گرافش و با همین شکل ما چی میکنیم؟ میاییم با قیمت های منفی، اگر x منفی یک دادیم y هم منفی یک میگیره، اگر x منفی دو دادیم y ما منفی هشت میگیره. یعنی x اگر منفی دو دادیم y ما منفی هشت قیمت میگیره. این نقطه رو فرضاً منفی هشت قیمت دو. ما شما میاییم به این شکل گرافی از این چی میشه؟ ترسیم میشه که یک گرافی خطیره برای ما میتر. یعنی ما به این شکل معلوم میکنیم که کدام تابع جفت است و کدام تابع طاق است. خدا کنه که یاد گرفته باشین، وقتی خوب و خوش داشته باشین. خدا حافظ.